بحث ماندن یا نماندن کارلوس کیروش در تیم ملی ایران هم یک بار دیگه بحث روز شده. گفته شده پیشنهاد فدراسیون فوتبال ایران به او ماندن تا پایان جام ملت‌های آسیا است که زمستان امسال در امارات متحده عربی برگزار میشه، اما خود اون خواهان قراردادی درازمدت‌تر تا جام جهانی بعدی است. آیا ایران باید کارلوس کیروش رو به هر قیمتی حفظ کنه یا زمان جدایی مربی موفق با تیم ملی ایران فرا رسیده؟ برای پرداختن به این موضوع پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی رو از وین داریم و همینطور مهدی رستم پور خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ. آقای رستم پور با شما شروع میکنم. فکر میکنید که عملکرد آقای کیروش رو تا الان که نگاه میکنیم موفقیت آمیز بوده به طوری که بشه برای 4 سال آینده هم روی اون حساب کرد یا زمان تغییر مربی ایران فرا رسیده؟ درود بر شما آقای فرزاد و بینندگان محترم. من حتی زمانی که تیم ملی ایران به لبنان باخت و تقریبا همه یک صدا خواستار پایان همکاری با کیروش بودند، توی همین مصاحبه با شبکه بی بی سی دفاع کردم و تاکید کردم که او میتونه فوتبال ایران ارتقا ببخشه و ارتقا بخشیده و منشأ خدمات بسیاری برای فوتبال ایران بوده، خدمت کرده بی گفتگو و بی قید و شرط به فوتبال ایران، به پیراهن تیم ملی ارزش داده و اتحاد و انسجام ایجاد کرده و تیم ملی هم شادی به لبهای مردم آورده، کارگران، زحمتکشان جامعه، معلمان، کشاورزان، همه در واقع اون کاری که سایر بخش‌ها و امور جامعه و امور مدیریتی کشور از انجامش باز موندن، فوتبال ایران این روزها به نحو احسن انجام داده و تونسته نتایج رضایت بخشی به دست بیاره. اما همین ساعتی قبل آقای کیروش مصاحبه زنده ای رو انجام میده با شبکه سوم سیما، انتقادات تند و تیز به برانکو ایوانکوویچ و طبعا دوباره یک فضای تنشی که جهاله به همه جای دنیا خبرنگارا دوست دارن بیان اگر یک اتفاقی به وجود میاد به اون دامن بزنن. اینجا تو ایران واقعا خبرنگارا میخوان این اتفاق نیفته، دلشون نمیخواد این مصاحبه انجام بگیره، دلشون نمیخواد این وحدت، شادی، انسجام و اتحادی که توی فوتبال ایران پدید اومده از بین بره. ولی آقای کیروش دوباره همون کاری که همیشه انجام میداد و صحبت هایی که اصلا به نفع فوتبال ایران نیست، اونم توی شرایط فعلی تاکید بر این که مثلا برانکو بازیکنان اوکراینی آورده با هزینه زیاد، این اصلا به سرمربی تیم ملی ارتباطی نداره، همونطور که با آقای برانکو هم ارتباطی نداره. تیم ملی یک بازی تدارکاتی ننگین و پر ابهام رو با منتخب محلات سیارالون انجام داد. یا مثلا آقای کیروش میگه که شما رامین رضاییان از پرسپولیس انداختی بیرون، خب جزو برنامه‌اش نبوده، نخواسته، این به سرمربی تیم ملی ارتباطی نداره، همونطور که به برانکو هم ارتباطی نداره. محمد رضا خانزاده 3 تورنمنت در کنار تیم ملی بدون حتی یک ثانیه بازی و سید جلال حسینی کنار میاد. یه نکته دیگه هم بگم، آقای کیروش میگه که علی کریمی در جام جهانی با لگد زد به کلمن، خیلی کار اشتباهی کرد کریمی، ولی کریمی مرد سال آسیا بود، اما در بازی بعدی برانکو گذاشتش کنار جلوی آنگولا. خب تو همین جام جهانی هم میلاد محمدی اون اوتو انداخت که خب دستمایه طنز شد تو دنیا، اما بازی بعدی دوباره کیروش ازش استفاده کرد، یا بین عزت اللهی و بیرانوند اون حرکت پیش اومد. یعنی این اتفاقات میفته و نباید منشأ تنش و درگیری باشه بین مربیان در فوتبال ایران که باشگاه ها هم دارن به تیم ملی خیلی کوتاه. آقای رستم چون فرصتمون کمه پاسخ منو بدید، 4 سال دیگه میخواید این شور رو در سمت مربیگری تیم ملی ایران ببینید یا نه؟ من دوست دارم که کیروش بمونه، اما با این تنش ها و با این درگیری ها و با این اتفاقات طبعا اولین لطمه و صدمه به تیم ملی میخوره. یه نکته هم فقط بذارید برم پیش آقای یونسی پور، برمیگردیم پیش شما. آقای یونسی پور خیلی وقت منتظر هستن. آقای یونسی پور نظر شما چه است؟ برای 4 سال دیگر آیا این برش رو داره مربی فعلی تیم ملی ایران تا تیم رو به جام جهانی بعدی هم برسونه، یا زمان اون هست که یک مربی جدید بیاد و کار رو ادامه بده؟ سلام به شما مهدی رستم‌پور عزیز. من دو تا ابهام دارم در مورد ادامه همکاری کارلوس کیروش با تیم ملی فوتبال ایران. با بخش اعظمی از صحبت‌های مهدی رستم‌پور عزیز موافق هستم و این مسئله که خب نمیدونم واقعیتش اینه که اصلا ما در آینده می‌خوایم با کارلوس کیروش نه به مدت مثلا 6 ماه تا با جام ملت‌های آسیا تا 4 سال دیگه با این دعاوی پیش بریم و کلن ببینین امروز نه تنها فقط به برانکو ایوانکوویچ که حتی به وینفرد شفری که بارها ازش حمایت کرده تاخته و گفته من هرگز برادرم، یعنی برانکو ایوانکوویچ و پسرم، یعنی وینفرد شفر که پسر خودش رو ساشا رو آورده توی تیم، میدون ندادن و این کارو نکردن و تیم ملی و محل تجارت خودم نکردن. این مسئله واسه من ابهامه که ما میتونیم 4 سال با این تنش ها بریم جلو و اصلا فدراسیون فوتبال ایران نشون داده دیگه ابهام نیست
که نمیتونه واقعیت این بحران ها رو جمع بکنه. با توجه به شخصیتی هم که از آقای مهدی تاج سراغ داریم، آدمی هستش که خودش رو عقب میکشه همیشه از این دعاوی. و یه مسئله دیگه‌ای که بهش میخوام اشاره بکنم و خیلی سریع این هستش که کارلوس کیروش یه انگیزه های مشخصی داشته، دوست داشته که 4 بار حضور در جام جهانی رو تجربه بکنه که کرده و حالا میخواد اولین مربی و تنها مربی باشه در حقیقت که 5 جام جهانی رو توی کارنامه خودش داشته. ایران واسهش فرصت بسیار خوبیه، میدونیم 2 پیشنهاد غیر رسمی دیگه هم داره برای مربیگری در تیم ملی. ولی کارلوس کیروش زمانی که به این آرزوی خودش برسه آیا باز هم انگیزه‌ای خواهد داشت؟ این دوتا رو که میذارم کنار هم دیگه و البته موفقیت‌هایی که به دست آورده، دچار یک فضای پر ابهام میشن که اصلا ما میتونیم 4 سال دیگه با کارلوس کیروش همکاری داشته باشیم یا نه. آقای رستم‌پوری، یه بحثی که الان به نظر میاد وجود داره اینه که به هر حال پیشنهادی به ایشان شده از سمت تیم ملی. سوال این هستش که آیا تا بازی‌های آسیایی در امارات در زمستان باقی بمونه یا تا جام جهانی بعدی؟ به نظر شما آیا تیم ملی باید پافشاری بکنه برای همین مدت کوتاه 6 ماهه تا بازی‌های امارات یا نه باید قبول بکنه که برای 4 سال آینده رو داشته باشه؟ اونچه که مشخصه کیروش رضایت خودش رو اعلام کرده که ادامه همکاری بده و مردم هم خوشحالن. من به عنوان یک خبرنگار عاشق تیم ملی کشورم هم دوست دارم کارلوس کیروش بمونه جام ملت‌ها، فرصتی ما نداریم تاش. اما آقای کیروش تاکید میکنه که در واقع لیگ باعث شده، مشخصا برانکو لیگ باعث شد، برانکو باعث شد ما اسپانیا و پرتغال رو شکست ندیم. خب این قابل اثبات نیست. مگه رضا قوچان نژاد، سامان قدوس، اشکان دژاگه، امیر عابدزاده، خود علیرضا جانبخش با اون کارنامه درخشان در هلند، اینا که تو لیگ ایران نبودن. آقای کیروش در قبال حاشیه‌های متوالی سردار آزمون هیچ وقت واکنش درستی نشون نداده و این الان همین امروز تو شبکه‌های اجتماعی شما احتمالاً دیدید که چه خبره و این هم میتونه به انسجام تیم ملی لطمه بزنه. یعنی خب اینا که لژیونر هستن خارج از چارچوب فوتبال ایرانن. ما میدونیم لیگ واکنشا بعد از یه بازی‌های مهمی مثل این در شبکه‌های اجتماعی که قابل پیش‌بینی هست، تعجب نداره، یه عده موافقن یه عده مخالف، ولی خیلی ها هم دارن میگن که آقای کیروش نتیجه مثبتی داشت، چیزی که تیم ملی که آورد بیشترین توانی بود که میشد از یه تیمی مثل تیم ایران انتظار داشت. قطعاً همینطوره، کارنامه موفق و اگر این وفاق و اتحاد و انسجام بین لیگ، اون چیزی که ما داریم با تمام ضعف‌هاش و کمبودهاش، از دل همین لیگ بیرانوند، مجید حسینی، روزبه چشمی، وحید امیری، امید ابراهیمی، اونا اومدن به تیم ملی کمک کردن. البته در تیم ملی هم ارتقا پیدا کردن، اصلاً تردیدی در این وجود نداره. اگر این وفاق از بین بره، ما این چند ماه تا جام ملت‌ها، چون پرسپولیس استقلال لیگ قهرمانان آسیا هم دارن، انقدر تنش‌زاست. خب معلومه که میناوند هم میخواد واکنش نشون بده، علی کریمی هم جواب بده، از اون طرف خیلی هم هستن از کیروش دفاع میکنن. ما نمیخوایم جنگ داخلی در فوتبال ایران ایجاد بشه. ما برای موفقیت در جام ملت‌ها که بعد از انقلاب هرگز این اتفاق نیفتاده، از 1976 اگر میخوایم طلسمو بشکنیم، باید رویه سابقو بذاریم کنار و با اتحاد و انسجام، چون غلبه بر ژاپن، استرالیا، عربستان، امارات که تو خونه میخواد میزبانی کنه از جام ملت‌ها و کره جنوبی، اصلا به هیچ وجه ساده نیست. خصوصا با این رویه ما شانسی نخواهیم داشت، مگر اینکه این دعوا تموم بشه و کیروش و برانکو و شفر و بقیه مربیای داخلی دست دوستی به هم بدن. ما خبرنگارا هم وظیفه داریم حمایت میکنیم تیم ملی رو تا بتونیم تو جام ملت‌ها طلسمو بشکنیم. آقای یونسی پور، 30 ثانیه فرصت داریم، به نظر شما میتونیم با کارلوس کیروش طلسمو بشکنیم یا نه؟ با این کارلوس کیروش و با این تفکراتی که الان داره باهاش میره جلو، فکر می‌کنم مانع می‌خوریم. ببینید، من یه مثال خیلی ساده بزنم. دیشب هوادارهای فوتبال ایران در خیابان‌های تهران و همه شهرهای ایران به خیابان‌ها اومدن، شادی کردن بابت نتیجه‌ای که به هر حال عملکرد تیم ملی ایران همین امروز ساعتی دقایقی بعد از اینکه کارلوس کیروش این حملاتو داشتش در مقابلش موضع گرفتن. حساب بکنیم 1 ماه دیگه، 2 ماه دیگه، 3 ماه دیگه بگذره و اصلا کاری که امروز کارلوس کیروش داره می‌کنه، بازداشتن بازیکنهای برتر فوتبال ایران برای حضور در باشگاه استقلال پرسپولیس هستش. هواداران مقابل این مسئله قطعا واکنش نشون میدن. من نمیدونم کارلوس کیروش که امروز یه بسته پیشنهادی خوب برای همکاری تا پایان جام ملت‌های آسیا به صورت قطعی و احتمالا تا جام جهانی آینده به صورت پیش شرط پیش روی خودش داره، چرا امروز باید مقابل برانکو ایوانکوویچ، وینفرد شفر، امیر قلعه‌نویی، کرانچا و تمام مربیانی قرار بگیره که میتونن از سوی دستش باشن و از سوی دیگه
همه هواداران فوتبال ایران رو که شاید میشه گفت بیش از 30-40 میلیون نفر باشن علیه خودش بشورونه. میگم من ابتدای عرایزم هم گفتم فضایی که الان به وجود داره میاد فضای پر ابهامیه، نمیدونم واقعا حضورش یا عدم حضورش کدوم یکی بیشتر به سود فوتبال ایران خواهد بود. پیام یونسی پور از وین و مهدی رستم‌پور از کوپنهاگ، خبرنگاران ورزشی، ممنونم از هر دوی شما آقایون.